همراه هستیم با امیر توحید فاضل، روزنامه‌نگار از فنلاند. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای فاضل، این کسایی که الان به عنوان نامزد انتخاباتی معرفی شدن از فیلتر شورای نگهبان گذشتن و به نوعی در نگاه جمهوری اسلامی جزء افراد معتمد هستند، اما باز هم به اونها گفته میشه راجع به چی باید صحبت کنین، راجع به چی نباید صحبت کنین. بسیاری خط قرمز ها ما شاهد هستیم. فکر می‌کنین واقعا به چه سمتی داره میره این، واقعا این مناظره ها قرار هستش که اینها درش اصلا راجع به چی صحبت بکنن؟ آقای خامنه‌ای همواره از بیان مسائل کشور و طرح معضلات ناشی از نحوه اداره امور در بین مردم هراس داشته و همواره تلاش می‌کرده که این هراس خودش رو در قالب بیان جملاتی از جمله اینکه نباید فضای سیاسی کشور دو قطبی بشود یا نباید فضای انتخابات دو قطبی بشود، این هراسش رو پشت این جملات پنهان می‌کرد. اما امروز به نظر میرسه حاکمان جمهوری اسلامی دیگر هیچ ابایی ندارند از اینکه بگویند حتی نزدیکترین افراد به ساختار حاکمیت نیز نباید درباره مشکلات مردم و دغدغه‌هایی که مردم به اون توجه دارن صحبت کنند و حتی موجب شده که یک دادستان یک شهر هم به خودش اجازه میده که کاندیداهای ریاست جمهوری که در حقیقت رئیس جمهور بالقوه هستند در حال حاضر رو اینها رو تهدید کنه که اگر از خطوط قرمز ما عبور کنید با شما برخورد میشه. اما طرح این سوال که حالا در این فضا کاندیداها میتونن درباره چه مسائلی صحبت کنن، به نظر من مطلوب جمهوری اسلامی این هست که کاندیداها نیز مانند آقای خامنه‌ای فضای کشور رو به صورت دروغین مطلوب توصیف بکنن و مشکلات اندک باقی مونده از نظر اونها رو هم به گردن دشمن خارجی یا توطئه‌های دشمن خارجی یا دسیسه مخالفان داخلی سیاست‌های مد نظر رهبر جمهوری اسلامی انداخته و خیلی دوست دارن که کاندیداها نیز مانند آقای خامنه‌ای بیش از گذشته بر طبل دشمنی با جهان بکوبن. آقای فاضل، شما فضای سیاسی انتخابات 1400 رو چطور می‌بینید؟ فضایی که خب میشه گفتش که کاندیداهایی که از شورای نگهبان بیرون اومدن به نوعی به شکل بی سابقه ای، شاید کم سابقه حتی میشه گفت، اینها رد صلاحیت شدن. از طرف دیگه هم ما شاهد هستیم که انگار رهبر جمهوری اسلامی همه تعارفات رو کنار گذاشته و شاید حتی نگران مشارکت حداکثری نیستن. ببینید، این موضوع جدیدی نیست. وقتی شخص مثل آقای مصباح یزدی به عنوان یکی از تئوریسین‌های جمهوری اسلامی قبل از وفاتشون رسما گفت که ملاک قرار دادن سلیقه مردم یک اندیشه غربی است و از نظر اسلام باطل است، و یا جایی که برگشت گفتش که این حکومت باید از سوی مردم پذیرفته شود برای اینکه حکم خداست، در حقیقت داشت اندیشه‌ای رو پایه‌گذاری می‌کرد که امروز به صورت علنی عوامل جمهوری اسلامی و حاکمان جمهوری اسلامی بیان میکنند. ما شاهد بودیم در روزهای گذشته آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان علنا این موضوع رو بیان کرد که ما حتی با برگزاری انتخابات حداقلی و مشارکت پایین هم مشروعیت نظام حاصل میشه، و یا افرادی مثل آقای محسن عراکی عضو مجلس خبرگان رهبری رسما اعلام کرد که اساسا در جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات به این معناست که مردم اعلام کنند فرمانبردار نظام هستند. به نظر من نمایش جمهوری اسلامی با ترکیب کاندیداهایی که گذاشت در واقع داره ما رو به این نتیجه قطعی میرساند که جمهوری اسلامی خودش را از رأی مردم و از نیاز به حمایت مردم بی‌نیاز میدونه و بیش از گذشته سیاست‌های دیکتاتوری که از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی اعمال شده رو دیگه دارن با قدرت بیشتری اعمال میکنن. آقای فاضل، فضای سیاسی انتخابات 1400 به نوعی ترسیم شده تا همین الان که خیلی از اصولگراها هم حتی به این نحوه رد صلاحیت ها، به این نحوه گفتگوها انتقاد کردن. فکر میکنید که واقعا برنده ها و بازنده های انتخابات امسال کیا هستن؟ خیلی کوتاه ممنون میشه. ببینید، اولا مخالفت ها جنسش فرق میکنه. آن دسته از اصولگرایانی که این مخالفت ها رو بیان میکنن دغدغه آزادی بیان یا به رسمیت شناخته شدن حق مردم رو ندارن، بلکه دغدغه اونها خارج قرار دادنشون از دایره حکومت و دایره مسئولیت هاست. این یک نکته. اما برنده این شرایط کیست؟ در کوتاه مدت قطعا بازنده مردم خواهند بود، چون اونها را از حق رأی دادن و حق انتخاب شدن محروم کرده. اما در آینده قطعا بازنده جمهوری اسلامی است، برای اینکه پایه‌های این نظام رو بیش از گذشته سست‌تر می‌کند.
ممنونم از شما امیر توحید فاضل روزنامه‌نگار از فنلاند.